بینندگان عزیز، باز هم تشکر میکنم که با ما هستید. ما امروز در خدمت خانم دکتر مرجان داوودی هستیم و موضوع سخن ایشان استقامت و حفظ سلامت روان برای جامعه جوان در ایران هست. ایشون توضیحات جامعی رو فرمودن درباره عوارض ناشی از زندگی کردن در محیطی که درش آزادی وجود نداره و انواع مشکلات مختلف وجود داره. این مطلب به نظر میرسید خانم دکتر داوودی که بعضی مطالب و مسائل اندازه گیریش ساده تر هست. مثلا ما وقتی که به مسائل نقض حقوق بشر، موارد نقض حقوق بشر نگاه میکنیم، خب آماری که از طرف سازمانهای بین المللی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل منتشر میشه در مورد جوامع مختلف از جمله در شرایط فعلی در ایران، ببینیم که خب مثلا آمار هست، مثلا چند نفر زندان شدن، چند نفر دستگیر شدن و مسائلی از این قبیل، یا چند نفر از تحصیلات عالیه غیر اینها محروم شدن، از کار اخراج شدن و مطالبی از این قبیل. اما مواردی که شما بهش اشاره فرمودید، بنده نمیدانم که آیا آمارهای دقیقی در این زمینه گرفته شده و اساساً تا چه حد، به غیر از اینکه میدانیم یک فشار کلی هست و مسائل روانی هست، آیا اصلا آمارهایی وجود داره که عمق این مطلب رو نشون بده؟ چون به نظر میرسه که اگرچه شاید درصد کمی از برای مثال مردم زندان رفتند، اما یه درصد خیلی زیادی شاید که در معرض این گونه فشارهای روحی هستند رنج میبرند و نمیدونم آیا یک چنین مسائلی آماری در موردش وجود داره یا نه. بیشتر نتایجی که از تحقیقات در این زمینه ما باهاش روبرو هستیم یا میخونیم و مطالعه میکنیم از کسانی میاد که بیرون میان، به خصوص روانشناسانی که مثلا با پناهندگان در کشورهای غربی کار میکنن، تونستن در حقیقت اصلا این زمینه روانشناسی، به خصوص روانشناسی مدرن، بیشتر نتیجه تحقیقات از کسانی میاد که این تجربه ها رو داشتن و بیرون اومدن و مورد اصطلاح در برای روان درمانی مراجعه کردن و ما یک تحقیقاتی در اون مورد داریم. به اصطلاح آمارهای کیفی در حقیقت بیشتر تونسته وارد تحقیقات بشه، ولی من شک دارم که در خود محیط زمانی که داره اتفاق میفته، به خصوص در جوامعی که این تحقیقات خیلی آزاد نیست انجامش و منابع محدود هست، تونسته باشن انجام بدن. میخواستم خواهش بکنم بر اساس تجربیاتی که دارید مطالعه کردید، حالا میدونم این موضوع خیلی مفصل هست، ولی چه راه‌های پیشنهادی رو محققین و در واقع متخصصین روانشناسی ارائه میکنند برای مقابله و یا مرمت این به اصطلاح تروماهای و این صدمات روحی که به افراد میکنند؟ بله، البته بسیار آزاردهنده هست که این صحبت‌ها رو میکنیم و واقعیت‌های رو روش تأکید میکنیم و میشنویم و یادآور میشیم که داره اتفاق میفته، ولی خبر خوب این هست که الحمدلله راه های درمان و حفظ سلامت روان وجود داره، به خصوص تأکید در دنیای روانشناسی خوشبختانه در اون مرحله حتی بیشتر هست. اگر اجازه بدید ما در این صحبت هم در به اون قسمت تأکید بیشتر میکنیم. ببینید، همینطور که عرض کردم در قسمت اولی که صحبت شد، در مورد احساسات منفی که وجود داره، مثل عصبانیت، افسردگی، نگرانی، همه اینها، در مورد درمان هم ما قسمت‌های مختلف، حداقل من برای هدف این صحبت این داستان رو به سه قسمت تقسیم کردم. یه قسمت فشارهایی هست، ضرباتی هست که ما از لحاظ فیزیکی به بدن ما و به سلسله اعصاب ما وارد میشه. همینطور که عرض کردم، به علت زندگی در محیطی که این هورمون استرس، هورمون ضربه یا فشار روحی بالا هست، که گفتم که اینها هیچ وقت فرصت پایین اومدن نداره. یکی از بهترین پیشنهادهایی که همیشه میکنن، ما میدونیم این رو به طور متداول مرتب میشنویم، ولی وقتی که شنونده های عزیز علتش رو بدونن که چقدر اهمیت داره و دید علمی روش چی هست، شاید جدیتر بگیرنش. یکی از پیشنهادهای خیلی مهم ورزش کردن هست.
علت این که خیلی اهمیت داره اینه که ببینید وقتی که کسی عصبانی میشه یا میترسه، فریاد میزنه یا میترسه، در شرایط خیلی خیلی سخت قرار میگیره، به اصطلاح حالت fight or flight حالت حمله یا فرار بهش دست میده، بسیاری از ارگانهای مختلف بدن، سیستم بدنش به قول معروف تحریک میشن، برانگیخته میشن و سرعتشون بالا میرن. مثلا فشار خون بالا میره، لرزش زیاد میشه، تپش قلب زیاد میشه، نفس تندتر میشه و کوتاه‌تر، ولی تندتر میشه. اگر نگاه کنید میبینید که این به اصطلاح حالت برانگیخته بدن، سیستم بدن که در حقیقت سیستم دفاعیش هست، برای اینکه تو باید بتونی یا فرار کنی یا حمله کنی وقتی که یه همچین چیزی داره برات اتفاق میفته که همراه با ضربه روحی هست و این مرتباً اینو داریش. این بدن این کار رو از خودش نشون میده، یعنی میبینه که همه اینها حرکت کرد و بالا رفت. ورزش دقیقا همون رو تقلید میکنه در حقیقت، ولی به صورت سالم درست. یعنی اگر توجه بکنید یک ورزش شدید خوب ضربان قلب رو بالا میبره، فشار خون رو بالا میبره، عرق میاره، لرزش میاره، تنفس رو تونتر میکنه، دقیقا همین هایی که الان عرض کردم در مورد نگرانی و ترس و همین. این انرژی هست که بدن نیاز داره بیرون بده، ولی ضمن اینکه ورزش این کار رو میکنه، بلافاصله به طور طبیعی و عادی سیستم دیگه ای از بدن شروع به حرکت میکنه، به اصطلاح پاراسیمپاتیک بهش میگن، که اینها رو همه رو میاره پایین. بعد از اون ورزش خاص شما یک خلسه خاص به شما، به این بدن و به تمام اعضای وجودتون میده که حتی از حالت نرمال عادی پایین‌تر و آرام‌تر و به اصطلاح ریلکس‌تر میبرتتون. این حالت این که ورزش ایجاد میکنه دقیقا اون استراحتی هست که ما در شرایط عادی زندگی به خصوص وقتی که تحت فشار هستیم تجربه نمی کنیم و بدن بهش نیاز داره. بله. یعنی اون قسمت اول باید انجام بشه تا قسمت دوم استراحت عمیق برای تمام این اعضای بدن، یعنی آوردن هورمون استرس به طرف پایین، حتی پایین تر از حد نرمال، که تو دیگه تمام اون به اصطلاح آرامشی که این سیستم های بدن نیاز به بهش دارن که باید حرکتشون به چه مرحله‌ای برسه که بتونن استراحت بکنن بهش میده. درست مثل اینکه تو یک قرص آرام بخش خوردی، به حالت خیلی طبیعی زیبا که نیاز داری بدون که هیچ تأثیر بدی برات داشته باشه، هیچ اعتیادی هم برات نمیاره به جز اینکه فقط عادت به ورزش میکنی. این رو ببینیم وقتی تأثیر فیزیکیش رو وقتی که میدونیم، میبینیم که چقدر نیاز وجود داره برای کسایی که در شرایط سخت عصبانیت و نگرانی و ترس و فشارهای مداوم روحی هستن که این فرصت پایین اومدن هورمون استرس بهشون داده نمیشه. روش دیگه‌ای که همین رو دوباره تکرار میکنه به جز ورزش، خود ریلکسیشن هست، خود تمریناتی هست که الان الحمدلله در خیلی از موارد، من اینجا فرصت ندارم که بهش اشاره بکنم، میتونن به خصوص جوانا تمرین بکنن و یاد بگیرن برای ریلکسیشن های عمیقی که 10 دقیقه 20 دقیقه در روز باید حتما انجام بدن. بنده سوال مطرح بکنم قبل از اینکه شما به این مورد دوم، شاید این مطلب قدری عامیانه هست، اما این ورزشی که شما بهش اشاره می‌فرمایید، فرمودید ورزشی هستش که اون حالت کاردیوواسکولار رو، اون حالت در واقع شش و سیستم قلب و جریان خون رو، اینها رو باید به حد بالا ببره، و بنابراین این با انجام لزوماً کارهای سخت یکی نیست. برای اینکه بعضی وقتا شنیده میشه بعضی میگن خب من صبح تا شب سر پا وایسادم، یا مثلا یادم هست مثلا ما بچه بودیم، مثلا مادر ما میگفت من مثلا صبح تا شب فرض کنید، یا مادرها ممکن اکثرا میگن من صبح تا شب تو آشپزخونه دارم کار میکنم، ولی این اون کار منظور این نیست. خیلی ها ممکنه تصور کنن ما کارهای بدنی داریم میکنیم، منظور شما از ورزش اون نوع مطلب نیست، چون بعد اون حالت کاردیوواسکولار در بدن. دقیقاً، یعنی باید ورزش طوری
کاری باشه که حد ضربان قلبت رو به حدی برسونه که اینقدر بالا ببره که نفسات تندتر بشه، ضربان قلب بالا بره، فشار خون بالا بره، عرق برات بیاد، ولی به صورت سالمه، درست؟ به صورت سالمه. بله. که اینجا پیشنهاد میکنم مثلا در هفته مثلا سه بار، هر بار مثلا سه روز، مثلا هر بار مثلا 20 دقیقه، نیم ساعت، مثلا همچین چیزی باید یکم چین برای بعد. درسته، حداقل سه روز و هر بار 20 دقیقه. بله. و بعد به خودشون این امکان رو بدن که این بدن اون استراحتی که بهش استراحت عمیق میگیم داشته باشه، برای اینکه هدف اون هست، به خصوص در این شرایط زندگی. و بعد یک تمرین هایی هم البته وجود داره که میتونن یاد بگیرن، حتی کتاب هایی براش وجود داره، اگر امکانش باشه با تراپیست میتونن کار کنن، اگر نه خودشون یاد بگیرن، که به اصطلاح مدیتیشن، یعنی ریلکسیشن هایی که از مغز، انرژی مغز کمک میگیرن که دونه دونه از سر تا نوک پا آروم میکنن خودشون رو، با یک به اصطلاح دستورالعمل‌های آسون هست یاد میگیرن. منتها باید مثل یک فن تمرینش کنن، مثل دوچرخه سواری میمونه. شما باید روزی حداقل 10-20 دقیقه تمرینش بکنید تا وقتی که نیاز بهش دارید و درد میاد و آزار میاد بتونید ازش استفاده بکنید و همون موقع هم خودتون رو آروم کنید. اگر تمرینش رو نداشته باشید اون موقع امکانش وجود نداره. بنابراین هم هر روزه لازمه برای اینکه استرس هورمون پایین بیاد و هم هر روزه لازمه برای اینکه شما رو متبهر کنه که در شرایطی که احتیاج داری بتونید این کار رو بکنید. یکی از زیباترین ترکیباتی که میتونیم ببینیم و واقعا میبینیم، به خصوص برای کسانی که اعتقادات روحانی دارن، این هست که دعا رو واردش بکنن و زمانی که به اون حالت خلسه میرن، به قول معروف بدن اینقدر آروم هست و تنفس اینقدر درست و صحیح هست و عمیق هست، اون موقع شروع بکنن اعتقاداتی که میتونه محکمتر و آرامترشون بکنه، به خصوص صحبت کردن با خدا، صحبت کردن با وجدان آرام خودشون، کسانی که دوستشون دارن، به اصطلاح اون ارتباط روحی رو پیدا بکنن و بتونن مناجات خوندن، دعا کردن خیلی خیلی مضاعف میکنه این آرامششون رو و به اصطلاح نیازی که به حتی در بعضی از موارد به امید دارن، تلقیناتی که باید از لحاظ روحی به خودشون هر روز بدن. یعنی هم از در مرحله بدن هم در مرحله روح میتونن این دوتا رو با هم ترکیب بکنن و داشته باشن. اون هم توصیه شده بین 10-20 دقیقه حتما انجام بشه. قسمت دوم مهم هست ولی ما اشاره کوتاهی بهش میکنیم، مسئله اجتماعی هست، به خصوص به خاطر افسردگی که یکی از عوارضی هست که ذکر کردیم که جوانها گوشه‌گیری میکنن به خاطر افسردگی، کنارگیری از اجتماع حالتش بهشون دست میده. خیلی اهمیت هست که آگاه باشن به این مشکل و حقیقتا خودشون رو حتی مجبور بکنن ارتباط اجتماعیشون رو حفظ بکنن، مجبور بکنن که هر طور شده منتظر نشن که حالش رو پیدا کنن بعد انجام بدن، چون اون حال هیچ وقت نمیاد، انجام بدن بعد حال با خودش خواهد اومد، احساس با خودش خواهد اومد. تماس بگیرن، ارتباط پیدا بکنن با جامعه‌ای که سالم باشه و باهاشون علایق مشترکی داره، گروهی که ارتباط دارن پیدا کنن، گروه خودشون رو. این خیلی مهمه. و مسئله خنده، مسئله جوک گفتن و خندیدن. متاسفانه این فرهنگ غم در جامعه ایران به خصوص این اواخر خیلی خیلی رخنه دونده و میتونه خیلی خطرناک و آزاردهنده باشه. به خصوص باید بدونن گاهی اوقات حتی تجویز میکنن 20 دقیقه تا نیم ساعت خود خنده، یعنی کتابی که انتخاب میکنن، فیلمی که میبینن. درست هست که همه اطرافشون از غم و مشکلات و درد صحبت میکنه، ولی به خاطر حفظ سلامت روان و حتی بدنشون نیاز دارن که هنوز در شرایطی قرار بگیرن که بخندن و حتی به طور ظاهر بتونن که به اصطلاح اون قسمت از زندگیشون رو در نهایت سختی
در نهایت خطر. ما این رو مثال‌هاش رو دیدیم از کسانی که بیرون اومدن، میگفتن که یکی از زیباترین داستان‌هایی که ما رو حفظ می‌کرد برای این بود که حتی در اون شرایط جریاناتی پیش میومد که خنده‌دار بود و حالت به اصطلاح شادی برای ما می آورد. این رو اصلاً ازش کنار نمونن و قدرش رو بدونن و حتی اگر شده به ظاهر حفظش بکنن و دنبالش برن. خیلی ممنونم، میدونم که این بحث مفصلی است. اگر اجازه بفرمایید ما دنباله این صحبت رو در نشست بعد ادامه بدید. از بینندگان عزیز خواهش بکنم که با ما باشن و ما در نشست البته. بعد در قسمت دوم قسمت مهمتری راجع به فلسفه زندگی هست که حتما بحث بزرگ خودش رو خواهد داشت. خیلی سپاسگزارم. بینندگان عزیز از شما دعوت میکنم به دنباله صحبت‌های خانم دکتر مرجان داوودی در هفته بعد توجه بفرمایید. این بحث بسیار مفصلی است و من از ایشان قول گرفتم که باز در خدمت ایشون باشیم و این بحث رو با هم ادامه بدیم. تا هفته بعد شما رو به خداوند مهربان و بزرگ می سپارم. جان و روانتان خوش باد.